سلام مجدد حضور شما بینندگان عرشمند و با سپاس به درگاه حضرت حق برای توفیق خدمت که به این حقیر عنایت شده به بخش دیگری از توضیحات درباره آیه شماره 89 از سوره بقره میپردازیم موضوع تصدیق قرآن از تورات مطرح است که به چه دردی می خورد؟ که قرآن بگوید که به یهود بگوید که من تورات شما را تصدیق می کنم اگر هر کس از راه برسد و بگوید من تورات رو تصدیق می کنم آیا تورات هم مجبور هست که اون مصدق رو تصدیق بکند یعنی تصدیق یک کتاب دلیل بر این می شود که تصدیق شده هم تصدیق کننده رو بپذیرد و بگوید که چون تو منو تصدیق کردی حالا من هم تو رو تصدیق میکنم چنین چیزی منطقا درست نیست ولی باید ببینیم چه فایده ای داره این تصدیق یعنی وقتی قرآن میگوید من تورات رو تصدیق میکنم چه نتایجی از این زایده میشه دو نتیجه نتیجه اول این که برای مسلمانان قرآنی کتاب تورات کتاب آسمانی تلقی میشه یعنی وقتی که ما این آیه قرآن رو میخوانیم که قرآن مصدق توراته تورات برای ما کتاب مقدس میشه برای مسلمانان قرآنی کتاب آسمانی میشه تورات اصلی رو عرض میکنم کتاب آسمانی میشه و ما پابند و مؤمن و معتقد به این کتاب می شویم. این یک, مق... یک در... به اصطلاح گروه از مردم رو هدایت میکنه با این ادعا با این بیانیه با این خبری که قرآن میده که من مصدق تورات هستم همه مسلمانان قرآنی برای همه هستی و همه حیات و همه مکان و زمان هر که مسلمان قرآنی است باید تورات رو به تقدس و به آسمانی بودن بپذیره این یک فایده ای این عبارت قرآنی است فایده دومی که داره یا نتیجه دومی که داره این است که برای اهل یهود برای کسانی که از طریق تورات به خدای یگانه ایمان دارند برای اونها هم حقیقتی رو روشن می کند که اون حقیقت این است که بدانند که این کتاب قرآن با کتاب اونها در دشمنی و منازعه نیست کتاب قرآن نیامده که کتاب تورات رو باطل کند کتاب قرآن نیامده که حقیقت وجودی کتاب تورات رو در واقع تکسیب کند کتاب قرآن به جنگ تورات نیامده کتاب قرآن برای تایید و تصدیق قرآن آمده پس برای مسلمانان نتیجه این آیه اثر این آیه ایمان به تورات است به حقانیت تورات برای یهود اطلاع از رابطه قرآن و توراته اما اینکه قرآن بگوید که چون من قرآن تورات رو تصدیق می کنم لزوما تورات هم باید قرآن رو تصدیق کند چنین نیست بنابراین تا این مقطع یهود مکلف نیست که قرآن رو قبول کنه ولی مکلف هست که قرآن رو بشناسه و معرفی کنه تصدیق به معنای صدق و اصالت و صحت یک امر رو بیان کردن و اعلام کردن ذکر این موضوع به این علت مهم است که قوم یهود بدانند و میدانستند که این دین دین اسلام قرآنی و این کتاب رد کتاب ایشان رو نمی کند و مغایر یا مبتل دین یهود نیست بلکه بنابر گفته کتاب قرآن در تعیید و تداوم و توافق و همخانی و اتحاد در اصول اعتقادی تورات است اهمیت تصدیق بر عهده مسلمانان قرآنی ایراد این تکلیف و وظیفه است که بدانند دین اسلام قرآنی و اسلام قرآنی و کتاب قرآن در توافق کامل و در تایید و تصدیق حقانیت و اصالت و وحدانیت دین یهود و کتاب مقدس تورات است. اینک باید برای یهود ثابت شود که دین ایشان هم مصدق دین اسلام و قرآن است پنجاه درصد کار باقی است بنابراین شرط لازم موجود است اما شرط کافی باید بعد از این یافت بشود و اثبات بشود پس در بخش اول آیه آمده است که و لما اهم کتاب من الله و به یاد بیاورید زمانی رو که از سوی خداوند بر ایشان کتابی آمد که مصدق و موافق کتاب ایشان بود با اون چیزی بود که در اختیار اونشون بود زمانی که از سوی خدا برای ایشان کتاب جدیدی آمد که تصدیق کننده و در توافق با کتابی بود که نزد ایشان بود با ایشان بود و آشنای ایشان بود توجه کنید که در اینجا یک موضوع بسیار مهمی که به علت نوع عبارتی که در اینجا زمیری که استفاده شده اکثرا این اهمیت حیرت آور از نگاه قاری قرآن قرائت کننده قرآن دور میافته. و لما جا هم در واقع باید اضافه کنیم به دلایلی که خواهم گفت که به یاد بیاورید یا به یاد بیاورید از نظر لغوی در آیه نیست ولی با توجه به آیه قبلی و نتیجه که از این آیه گرفته می شود این در عبارت مستطر است که به یاد بیاورید زمانی را که از سوی خداوند بر ایشان کتابی آمد جا هوم آمد هم بر ایشان به قوم یهود یعنی کتاب قرآن بر قوم یهود وارد شده و مخاطب آیات قرآن در جبهه اول در صفحه اول یهود هست و این کتاب به اونها نازل شده به اونها ابلاغ شده یک لحظه فکر بکنید که در زمانی که قرآن نازل میشد مسلمان محمدی کجا بود که قرآن به او نازل بشود همین مسلمانان محمدی پرمدعایی که در حال حاضر این دروغ ها رو به دیگران و در ذهن دیگران هم کارسازی می کنند که قرآن به ما مسلمانان نازل شده قرآن به ما مسلمانان گفته شده برای ما مسلمانان قرآنی گفته شده شما مسلمانان قرآنی کجا بودید وقتی قرآن نازل می شد قرآن به موحدین یهود و به دیگر موحدین و به دیگر مشرکین و به دیگر باورمندان و به همه نوع بشر و ناس نازل شده و اینها وقتی ایمان می آوردند نام مسلمان قرآنی به خود می گرفتند قرآن به همین خاطر آمده که مسلمان قرآنی به وجود بیاورد اگر مسلمان قرآنی وجود داشت که قرآن نازل نمیشد. و در این آیه چیزی که مرتب از ترجمه ها هم خارج می افتد، این است که قرآن و لما جا اهم بر ایشان بر ایشان آمد وارد شد کتابون این کتاب از کجا وارد شد پس ما میبینیم که الان این کتاب مقصدش کجاست مبدعش کجاست من عند الله مقصدش کجاست همون قومی که دارای کتابی هستند که این کتاب جدید اون کتاب قدیم رو مصدق است مورد تصدیق قرار میدهد این نکات ریز رو توجه بکنید که هم مبدع قرآن معلوم بشود هم مقصد قرآن معلوم بشود هم مخاطبین اول قرآن معلوم بشود و هم معلوم بشود که کدام کتاب است که قرآن تصدیق می کند و اهل کدام کتاب است که قرآن دعوت به اسلام محمدی و قرآنی می کند و بعد اشاره به ذکر یک واقعیت تاریخی و در واقع نوعی نقل یک بخش و یک برش از تاریخ رو در ارتباط با نیاز و اطلاع و علم ایشان بیان می کند نخستین که چه نیازی داشتید و این نیاز قلبه ایشان بر کافران بوده است و ایشان علم و اطلاع بر وقوع پیروزی بر کافران داشتند یعنی می که نیروی و عنصری و نصرتی در پیش است که خواهد رسید و به مدد ورود آن نورسیده قدرتی و نصرتی و منطقی فراهم خواهد شد که حقیقت دین توحیدی بر کفر و جعل جعل به علم قلبه خواهد کرد و علم بر کفر پیروز خواهد شد قرآن میگوید به اینها که کتابی آمد که برای شما به شما اهل یهود بر شما و برای شما کتابی آمد که موافق و مصدق کتاب تورات بود مطلب دیگری که در این آیه اشاره می کند می گوید که و آنان پیش از این مجده پیروزی بر کافران می دادند. یعنی در کتاب تورات بیانی وجود داشت و دارد که باعث میشود اتکاع به اون بیان از دیدگاه باورمندان به تورات این حقیقت و این امید رو روشن بکند در اونها که از قبل در تورات آمده مجده به اینها داده شده که اینها پیروز میشوند یستفتهون ایشان فاتح می شوند به زودی فتح می کنند و قالب می شوند کفرو بر کسانی که کفر می برزند. این یک مطلبی است که در تورات است و بنابراین باورمندان تورات به موجب این آیه تورات منتظر هستند که نیرویی برسد نصرتی برسد که همراه اونها متحد بشود یعنی اون نیرو و اون قدرت با قوم یهود بیامیزد ترکیب بشود و با یک نیروی منطقی قویتر و بیشتر و گسترده تر و شاملتر و کاملتر از نظر معنا و از نظر منطق بر کافران پیروز بشود و فاتح بشود پیروزی در اینجا معنی جنگ و معنی مبارزه تن به تن نمیدهد بلکه میگوید این نیروی جدیدی که شما در تورات منتظرش هستید مفتاحی خواهد بود کلیدی خواهد بود که در واقع بازکننده و گشاینده یک در جدیدی در منطق و عقل و استدلال و تجربه در راهنمایی کفار هست در راهنمایی بیدین ها هست در راهنمایی کسانی هست که مشرک هستند معاند هستند مخالف دین هستند قافل هستند نادان هستند این گروهی که امروز دیواری در مقابل توحید شدند و از حرکت توحیدی دین مقدس یهود در مقابل اینها ایستادند و مانع حرکت اینها هستند کفر اینها جهل اینها نادانی اینها شما در کتاب تورات وعده دارید خدا وعده داده به یهود در تورات که برای شما زفر و پیروزی و قلبه عقلی و منطقی بر دشمنان عقل و منطق خواهد رسید این قرآن میگوید این در کتاب شماست به اینکه نیاز شما چه بوده نیاز شما غلبه بر کفار بوده و شما علم و اطلاع داشتید در کتاب تورات که به شما وعده داده شده که به زودی نصرتی وارد خواهد شد که شما بر دشمنان به هر حال که در نظر میگیرید پیروز میشوید بر کفار یعنی شما میدانستید که نیرو و نصرت و قدرتی و منطقی در راه است که خواهد رسید و شما منتظر این مسافر بودید به موجب کتاب خودتون و میدانستید و باور داشتید که قدرتی خواهد آمد منطقی فراهم خواهد شد که حقیقت دین توحیدی که یک دین بیشتر نیست بر کفر و بر جه قلبه خواهد کرد و علم علم بر کفر پیروز خواهد شد این یک باب این آیه است که به قوم یهود پله به پله در این منطق پیش می که آیا شما منتظر این نصرت بودید یا نبودید آیا شما منتظر یک ابزار وسیله و اسبابی بودید که بتوانید فتح کنید درهای بسته منطق و تعقل رو بین خودتون و کفار و باور دیگر باورمندانی که دین شما رو به استهزا می کشیدند آیا منتظر یک منطق و یک نیروی جدیدی بودید یا نبودید در کتابتون هست پس بودید موضوع مهم در این آیه این است که یکی اینکه ایشان معترف بر عدم قدرت و توان خود بر تسلط به کفر بودند یعنی وقتی قوم یهود میپذیرد که در تورات آمده است که به زودی فتحی خواهد آمد که به موجب اون فتح شما می توانید درهای بسته منطق رو بگشایید و حقیقت دین توحیدی رو بیشتر به عرضه بگذارید دو مطلب در اینجا اثبات می شود یک اینکه الان شما به اندازه کافی قدرت ندارید منطق ندارید اسباب و جهاز در اختیار ندارید دو اینکه شما منتظر ورود این جهاز جدید هستید این نصرت جدید هستید و دیگر اینکه ابزار و اسباب تعلیماتی شما که دین شما باشد برای تنویر و برای تبیین در مقابل تکفیر کفار کفایت نمی کند و سوم این که ایشان یعنی قوم یهود منتظر ورود نصرت و بیان و امداد و هدایتی بودند که بر این لزوم لباس کفایت بپوشاند دلیل این امر و دلیل وجود این علم بشارت ایشان به وقوع پیروزی بر کافران نسبت به حقانیت تورات بود یعنی وقتی که کفار کتاب تورات رو تکفیر می کردند و تعلیم اهل یهود از کفار از،, از, تورات به کفار بی نتیجه بود اینها هم میدانستند که کارشون ناقص است هم میدانستند که نیروی اونها کم است و هم میدانستند که باید منتظر باشند نیرویی برسد که اون نیرو کفایت می کند که درهای بسته رو باز بکند همه اینها در کتاب تورات هست و بود همونطور که عرض کردم دلیل این امر و دلیل وجود این علم بشارت بیشان بر وقوع پیروزی بر کافران است که ما در واقع مقاوم بودند و مقابل تورات ایستاده بودند و حقانیت تورات رو نمیپذیرفتند یعنی قوم یهود میدانستند که ظهوری خواهد بود و حضوری خواهد بود و نصرتی خواهد بود که هم مصدق و هم معید و هم قدرت بخش و هم کامل کننده کتاب توراتی بود که در دست ایشان است این انتظار قوم یهود بود منتظر بودند که کی این کتاب جدید میرسد کی این نصرت جدید میرسد کی این کمک و مساعدت جدید میرسد کی این منطقه جدید میرسد به عبارت دیگر انجام بشارت توسط ایشان دلیل بر علم و انتظار بود است عرایز خودم رو در این قسمت اینطور خلاصه میکنم که در کتاب تورات هم علم به نیاز و هم انتظار برآورده شدن نیاز در کتاب تورات آمده است علم ایشان بر عدم کفایت مصالح موجود در دست ایشان علم داشتن به اینکه این, این مصالحی که به نام تورات در اختیار اونهاست با این باور مردم با این مطالب کتاب با این شعور و با این شرایط علم داشتند به این که با اینها کار به نهایت نمی رسد و دین توحیدی جهانی و یونیورسال نمی شود و از قوم یهود به ناس سرایت و گسترش نمی کند این رو می دانستن. این علم علم به نقص و علم به نیاز و اطلاع و وسوق ایشان به انتظار و وقوع نصرت در آینده این دو علم رو داشتند. هم علم به کمبود خودشون داشتند و هم علم به نصرتی داشتند که در راه بود و میبایست می‌رسید. ایشان حتی از کیفیت و مشخصات آنچه در راه بود و انتظار در یافته او رو داشتند مطلع بودند و میدانستند آنچه در راه است داروی درمان دردهای تاریخی و بی درمان چند هزار ساله آنهاست و این دارو که در راه است موجب توسعه و تسری توحید و امنیت ایشان خواهد شد اینها را همه را می دانستند. پس به طور خلاصه ایشان دارای کتاب بودند. یک دو کتاب ایشان لازم بود اما کافی نبود سه کتابی آمد که در توافق و تصدیق با کتاب ایشان بود چهار و ایشان میدانستند که کتاب ایشان کفایت نمی کند پنج و در زمان ایشان احتیاج و نیاز به مقابله علمی و منطقی با کفار بود و شش و ایشان میدانستند و بشارت میدادند که وقوع نصرت و نزول کتاب و امدادی که درمان درد و رافع رفع نیازهای اونهاست در راه است این شش مورد خلاصه این قسمت از آیه و توضیحاتی که داده شد بعد آیه ادامه پیدا می‌کند در قسمت دوم و می‌فرماید که ما جا جاعهم و باز بیاد بیاورید وقتی که برای شما آمد بر شما آمد و برای شما آمد پیامبری توجه کنید که آنچه در انتظار منطقی آن بودید در اینجا واقع شده است فراموش نکنید که کتاب جدید کتاب ایشان رو تصدیق کرده است و فراموش نکنید که ایشان منتظر کتاب جدید بودند و اینک به قسمت سوم میرسیم که واقع میشود یعنی ایشان دارای علم و اطلاع و معرفت به حقانیت کتاب جدید بودند میدانستند وعده شده بود که کتاب جدید و نصرت جدید و فتح جدید که در راه است چه مشخصاتی دارد و به اونها گفته می شود که خوب دقت کنید جاهم بر شما وارد شد بر شما آمد چه چیزی بر شما آمد اینجاست که منطق قسمت دوم شروع میشه عرض می کردم که ما با دو منطق در اینجا سر و کار داریم برای اینکه بتوانیم از یهود انتظار داشته باشیم که پذیرای اسلام قرآنی باشند یک اول بار قبول کنند که قرآن دشمن تورات نیست دوست تورات است به کمک و به مدد تورات آمده است نیامده آمده است تورات رو باطل بکند نیامده آمده است تورات رو عوض بکند نیامده آمده است با تورات کشتی بگیرد آمده است این کشتی به گل نشسته رو به آب نوح شناور کند و از نو حرکت بدهد این یک واقعیت واقعیت دوم که علاوه بر اینکه قوم یهود به این ترتیب شناسای رفیق تورات میشوند نه رقیب تورات اما هنوز حقانیت قرآن معین نیست تا به اینجا میرسیم که قرآن به اونها میگوید اول کتابی آمد که این کتاب مصدق کتاب شماست رفیق کتاب شماست دوم فلاما جاءهم و در واقع به یاد بیاورید که بر شما فرو فرستاده شد یا به دست شما رسید یا وارد شد چه چیزی وارد شد در مقابل انتظاری که داشتید چون قبلش میگوید که وقتی این کتاب به عنوان کتاب و مصدق به شما وارد شد و کانو من قبلو یستفتهونه علی الذین کفرو و قبل از اون شما انتظار داشتید دعا می کردید منتظر بودید که فتحی برسد بر کسانی که اهل کفر هستند فلما و به یاد آورید که چون بر شما وارد آمد فرود آمد به شما داده شد چه چیزی داده شد ما عرفو چیزی که شما عارف به اون بودید چیزی که شما معرفت به او داشتید چیزی که شما او رو میشناختید شما منتظر هستید که یک سواری با اسب سفید و با شال سبز با پیراهن قرمز با مشخصات معینی وارد بشود در کتاب آسمانی شما هم گفته است که بیرون را نگاه کنید مراقب باشید یک اسب سفیدی با این مشخصات و یک سوارکاری با این مشخصات وارد می شود منتظر باشید مشخصات این اسب را در نظر داشته باشید اگر چنین اسبی دیدین این اسب به کمک شما آمده اینجاست که قوم یهود دارای مسئولیت می شوند نسبت به پذیرش و تصمیم گیری به پذیرش قرآن و اسلام قرآنی چرا قرآن میگوید چیزی فرستاده شد به شما و بر شما که ما عرفو او رو میشناختید این مهمترین در واقع سند و منطقی است که قرآن در ایراد و در وضع استقرار مسئولیت برای یهود در پذیرش قرآن و پذیرش اسنام قرآنی به اونها دیکته می کند به اونها یادآور می شود هم منتظر بودید هم خودکفا نبودید هم در کتاب شما وعده داده شده و هم مشخصات نصرت به شما داده شده و این نصرتی که وارد شده شما میشناسید و میدانید به جزء شما میدانید که مشخصات این نصرت چگونه خواهد بود و این نصرت درست با اطلاعات شما تطبیق می کند و عینا همون مشخصاتی رو که در کتاب شما به ورود و به وجود نصرت داده شده اون نصرت رو می شناسید شما پس در درجه اولی نصرت با کتاب شما رفیق است و در درجه دوم این نصرت معروف شماست معلوم شماست و اگر شما نپذیرید این معلوم رو اون وقت شما تکفیر کردید شما کفر ورزیدید شما پوشانده اید آنچرا که معلوم شماست که شغل کافر اصلا یعنی همین کافر عالمی است که علم خودش رو تکذیب میکنه شما علم داشتید قرآن شما علم داشتید به محمد که احمدش میخوانید وقتی که شما هم نیاز دارید هم در کتاب پیشبینی شده و هم نیاز شما رو گفته است که این سواری که از راه میرسد نیاز شما رو برطرف میکند و به شما کمک میکند که بر کفار فاتح شوید و مشخصات این سوارکار، کار این دین این قرآن این پیام این ایدئولوژی رو به شما داده است هم اطمینان شما رو جلب کرده است که این برای دشمنی با تورات نمی آید این در حمایت تورات می آید مشخصات این هم به این شرح است یک دو سه چهار حالا می گوید شما هم انتظار داشتید هم منتظر بودید مرتب بیرون رو نگاه می کردید که کی کمک می رسد و میدانستید که کمک چه شرایطی دارد و چه مشخصاتی دارد الان با اون مشخصات روبرو شدید نمیدان نمیتوانید بگویید ما این قرآن رو نمیشناختیم ما این چیزهایی که در قرآن هست نمیشناختیم ما این شخص رو که به نام محمد است نمیشناختیم قرآن میگوید میشناختیم فدم ما کا اهم ما عرفو و به یاد بیاورید. وقتی بر شما وارد شد پیامبری که ما عرفو او رو میشناختید معرفت داشتید چیزی آمد کتابی آمد نصرتی آمد پیامی آمد دلیلی آمد هدایتی آمد که ما عرفو که بر او معرفت داشتید او رو میشناختید این بیان قرآن و ذکر این حقیقت قاطع قاطع, قاطع کل دعواست یعنی هم کتاب جدید مصدق کتاب قبلی است و هم کتاب جدید در واقع موعود کتاب قبلی است چیزی است که وعده شده و هم شما کتاب جدید رو به خوبی میشناسید یعنی کتاب قدیم در توافق و در تصدیق متقابل با کتاب جدید است در قسمت اول عرایزم عرض کردم که قرآن تورات رو تایید میکنه تصدیق میکنه خب بکنه این فقط برای مسلمانان قرآنی خوبه که بدانن تورات کتاب خداست اما توراتی ها باید بدانند که قرآن کتاب خداست هنوز نمیدانن کی میدانن وقتی مشخصات این کتاب با مشخصاتی که در کتاب اونها وعده داده شده تطبیق میکند اون وقت منطقا تصدیق متقابل به وجود می آید هم تورات قرآن رو تصدیق میکند و هم قرآن تورات رو تصدیق میکند اون وقت اهل یهود اخلاقا و منطقا متعهد میشوند که پذیرای این سوار جدید باشند پذیرای این نصرت جدید باشند که از تصدیق متقابل برخوردار است و این اصل اشتراک تصدیق و تقابل بسیار مهم است که دوستان من این فرصت رو به من میدهند که با اونها به گفتگو بپردازم در معلومات قرآنی خودشون این رو محفوظ بدارند و این موضوع تصدیق متقابل رو که کمتر در مورد آن صحبت شده بیشتر به خاطر بسپارند و بیشتر مورد تجزیه و تحلیل قرار بدهند یعنی دو کتاب و پیروان دو کتاب یکدیگر را به سهولت و راحتی شناسایی می‌کنند هم قرآن تورات رو می‌شناسد و توراتیان رو میپذیرد و هم توراتیان اسلام رو میشناسند و قرآن رو میشناسند و تصدیق و تعریف متقابل نسبت به هر دو گروه حاصل می شود و هر دو گروه نزد خدا دارای مسئولیت می و کفر به مسئولیت کیفر الهی رو برای هر دوی اونها به دنبال خواهد داشت و تا کنون که داشته هم یهود و هم مسلمان به علت تکفیر متقابل که کردند هم مسلمانان با کمال تعاسف به یهود و حقانیت یهود تکفیر می کنند نگویید نه ما تورات رو قبول داریم یهود رو هم قبول داریم دروغ می گوید. ندارید شاید بشود گفت 99 درصد از شما قبول ندارید اونها رو نجس می دانید. اونها رو بد می دانید. دروغو هم هستید قرآن خودتون رو هم عمل نمیکنید. قرآنی که اونها رو میپذیره مصدق کتاب اونهاست. شما مصدق کتاب اونها نیستید. و به دروغ برای خالی نبودن عریضه میگویید که ما دین اونها رو هم قبول داریم. این نحوه قبول کردن دین یهود نیست. یهود هم دروغ گوید اونها از شما درقوتر هستند در موارد بسیاری شما هم در موارد بسیاری از اونها درقوتر هستید در مسابقه نهایی هر دو با هم برابر می شوید. و همین عدم اطاعت فرمان خدا هم برای یهود هم برای مسلمان هم اونها کتاب قرآن رو به استحضا می کشند هم شما کتاب اونها رو به استحضا می کشید هم اونها دین شما رو نمیپذیرند و دین شما را دین مسخره دین زور دین تقلب میشمارند و هم شما دین اونها را دین تقلب و مسخره و اسم مورد استحصا قرار داده میکنید و به همین علت هست که شوب خدا و تنبیه خدا شامل حال هر دو گروه مسلمان و یهود می شود و تا زمانی که یهود امر تورات رو اطاعت نکند و قرآن رو به عنوان نصرت بر یهود قبول نکند و تا زمانی که مسلم حقانیت و پایه‌ای بودن و اساسی بودن و حقانی بودن دین یهود و تورات رو نپذیرد و این دو گروه تشکیل تسلیم شده به خدا را ندهند با یک کتاب واحد که قرآن است و در دل قرآن همه موارد و همه آیات تورات نهادینه شده تا وقتی این دو گروه این حقیقت رو نپذیرند و به اتحاد توحیدی در پذیرش یک کتاب واحد و یک دین واحد برنیایند جهان رو به آرامش به خود نخواهد دید یک چندی مسلمانان بر یهودیان پیروز خواهند شد و یک چندی یهودیان از مسلمانان انتقام خواهند گرفت خواهد گرفت و این حرکت حرکت نابودی حرکت استهلاکی که زمانی اونها اینها رو به زیر میبرند زمانی اینها اونها رو به زیر میبرند و همیشه یک عده کثیر از این قشت جامعه در زیر حرکت میکنند همیشه ادهی از اینها در حال دشمنی و جنگ و نابودی به سر میبرند تا زمانی که هم توراتیان به تورات بازگردند و هم قرآنیون به قرآن بازگردند و هر دوی اینها در یک مقطعی به خدا برسند به کتاب واحد برسند به دین واحد برسند و سبب بشوند که دنیا روی بهتری داشته باشد و صورت روشنتری در اینجا میفرماید که اتهام بسیار بسیار شدیدی از طرف قرآن وارد می شود فلما جاءهم ما عرفو و وقتی پیامبری آمد نصرتی آمد موعودی آمد ما عرفو ما عرفو آنچه را که بر او معرفت داشتید میشناختید میدانستید که چیست از کتاب تورات میدانستید که او چیست چه کردید چه کردید وقتی معبود شما موعود شما منتظر شما وارد شد کسی که سالها خانه رو جارو می کردید آبیاری می کردید جلوی در خانه رو تمیز می کردید که کی این مهمان وارد می شود متا نصر الله پس کی می آید این نصرت خدا می گفتید وقتی که این نصرت وارد شد و نگاه کردید دیدید اینو خوب می شناسید انقدر خوب او رو می بهتر از یعقوب که بوی یوسف رو از پیراهن او می شناخت شما هم بوی این یوسف رو می وقتی وارد خانه شما شد همه فهمیدید که یوسف آمده است چه کردید؟ کفرو به کفر ورزیدید به او و گفتید ما تو رو نمیشناسیم ما اصلا همچی چیزی نداریم ما منتظر همچی کسی نبودیم اسلام یعنی چه قرآن یعنی چه محمد یعنی چه ما اصلا منتظر اینها نبودیم این مهمانان سرنزده از کجا آمدند هیچ کجای کتاب ما ننوشته ما منتظر کسی هستیم هیچ کجای کتاب ما مشخصات تو محمد رو نداده است اون وقت به علت اینکه شما چیزی رو که عرفو معرفت به او داشتید و کفرو و, و به آنچه که بر آن معرفت داشتید پرده پوشیدید و کفر ورزیدید و دانسته خود را نادانسته بچه مربوط کردید و علم خودتون رو جهل بیان کردید و معلوم خودتون رو مجهول معرفی کردید به این لحاظ که یک فعل ارادی خلاف انجام دادید ف پس اکتساب است در ازاء آن که کردید لعنت الله لعنت خدا بر کافرین باد هر که گفت ورزیده الان اینجا خدا با قوم و قبیله و اینها صحبت نمیکنه نگفته لعنت خدا بر قوم یهود چون بسیاری از قوم یهود هستند که اصلا بدنه اسلام رو یهود تشکیل داده در برنامه های گذشته در دستور المدینه یا قانون اساسی مدینه یا کانستیتوشن آب مدینه برای شما توضیح دادم که قسمت اعظم نیروی نظامی اسلام رو در مدینه از متحدین مسلمانان همین باورمندان نودین یهودی بودند از قوم اوس و از قوم خزرج که به مسلمانان پیوستند اسلام آوردند و باعث فتح مکه شدند بنابراین در اینجا قرآن نمیگوید که لعنت خدا بر قوم یهود باد با آنکه از قوم یهود تکفیر ایجاد شده است اما تعدادی از افراد از قوم چنین کردند همه قوم یهود چنین نکردند و در عدالت و قضاوت قرآنی تمام این نکته های ظریف رعایت شده و انسان باید دقت بکنه و این نکته ها رو استخراج بکنه و همینطور استعلام بکنه و به دیگران هم اعلام و اعلان بکنه در اینجا میگوید به لحاظ کفری که کردید فلعنته پس ف پس سپس یعنی در ازاء آن که کردید و ارادی این کارو کردید دانسته این کارو کردید پس شما چه چیزی رو اکتساب کردید برای کسانی که کردند بحث قومی و نژادی در اینجا نیست، بخش فرد و افراد است، کسانی که چنین کردند. حالا این کسانی که این کردند برای های دیگه هم در مورد اونها هم سخن رفته در قرآن. کسانی که دانسته دانسته خودشون رها کردند و پوشاندند و تکفیر کردند مشمول این قانون میشوند. هر که کفر بورزد 1400 سال پیش 14 میلیون سال پیش الان یا یک میلیون سال دیگر هر که کفر بورزد مشمول این قانون قرآن می شود این قرآن مال 1400 سال پیش نیست مال همین الان است که من و شما سخن می گوییم هر که کفر بورزد فلعنت الله علی کافرین لعنت خدا نصیب کافرین خواهد شد تحت این شرایط و این اطلاع کفر ورزیدند توجه شود که در این آیه منکرین و تکسیب کنندگان متهم به کفر می شوند یعنی ایشان از صدق کتاب جدید مطلع بودند و از رابطه تصدیق و صدق و حقانیت کتاب جدید نیز باخبر بودند و بر این امر بشارت میدادند و بر وقوع کتاب و بر وجود کتاب دارای معرفت بودند معزالک بعد از ورود کتاب و پیامبر اون رو تکفیر کردند درک موضوع کفر و اهمیت قانونی و حقوقی این واژه بسیار مهم است کفر از جهل و نادانی و قفلت و بیخبری متفاوت است هیچ کدام از اینها نیست در کفر علم همراه با تکسیب وجود دارد یعنی شخص بر آنچه معلوم اوست نام مجهول میگذارد و عملا دروغ میگوید یعنی علم خود را بر یک امر کتمان میکند در ارزیابی علت این امر مسلم است که نوعی جنایت و سوء نیت در علیت این فعل و اقدام موجود است و در واقع کفر نوعی خیانت به صداقت است و نوعا نفاق و فریب و گمراهی و انحراف عمدی و ارادی معنی می دهد. آنگاه میگوید پس الله لعنت کرد بر ایشان و یا اصطلاحا پس لعنت خدا بر ایشان باد پس لعنت خدا بر کسانی باد که تکفیر می کنند و بر معلوم پرده مجهول میگسترانند تکفیر متضاد و مغایر با تعریف و تنویر و توضیح و تشریح است در قرآن تجویز و تأکید و تشریح و توضیح یک امر امر به معروف نام دارد یعنی آنچه عرف و آنچه مقبول است باید منتشر شود و در امتداد آن و در ارتباط با آن تعریف و معرفی انجام شود یعنی برای مخاطب و مستمع معرفت نسبت به یک امر مجهول حاصل بشود و اساس تعلیم در قرآن شرط و ملازم رسیدن به هدایت است در مقابل تعلیم و تشریح و تعریف و توضیح و نهایتا تبیین خلاف و تباین و تکفیر وجود دارد یعنی دو فعل متضاد تبیین و تکفیر در مقابل هم قرار می گیرند که یکی در مسیر نزدیکی به خدا و تقرب به حق و حقانیت است و دیگری دوری و فاصله از حق و حقانیت و حقیقت است دوری از خدا در تکفیر است نزدیکی به شیطان در تکفیر است و دوری از شیطان که نزدیکی به خداست در تبیین و تصدیق حقایق است و انسان در هر لحظه در هر دم و بازدم و در هر نیم دم و نیم بازدم بین خدا و شیطان در حال تعلیق و در حال نوسان است انسان در هر لحظه دارای دین مختلفی است درست است که به صورت رسمی هر کسی یک اسم رسمی برای خودش انتخاب می کند اما در عمل ما در تمام لحظات یک لحظه خدا پرست یک لحظه شیطان پرست یک لحظه راستگو یک لحظه دروغگو یک لحظه به طرف راست یک لحظه به طرف چپ در یک نفس رو به شیطان داریم در یک نفس رو به خدا داریم و از مجموعهٔ تجربیات و تمرین های دینی انسان در ورزش‌های معنوی می‌آموزد که چطور جهت خودش رو به طرف خدا حفظ بکند و قرآن به این مسیر به این سرات به این راه به این جاده به آنچه که سرات مستقیمش می نامد وقتی شما وارد این راه میشوید و شروع به قدم زدن در این راه میکنید میگوید برای اینکه به جهت مخالف نروی و پشت به خدا نکنی و رو به شیطان نکنی و به طرف او بروی یک بیمه ای یک تدبیری برای در واقع اطمینان و اعتماد به نقشه راه باید داشته باشی اون وقت خدا میگوید که یک ریسمان در نظر بگیر که این راه به طرف خدا تقریبا شبیه ریسمان است که اگر بگوییم خدا در آسمان است در جایی نشسته خدا دست هم دارد و با دست خودش محکم این ریسمان رو گرفته و از این سو این ریسمان رو پایین فرستاده و اسم این ریسمان رو گذاشته سرات یا گذاشته حبل و چون این حبل باید دارای اسم باشد دیگه و هر تنابی رو که از خورما درست شده حبل میگویند این حبل به خصوص اسمش حبل الله یا حبل المتینه یعنی انقدر متین و وزین و سنگینه که هیچ کس تحمل گرفتن و او رو نداره جز خدا بنابراین وقتی که به این محمل رسیدی وقتی به این سرات رسیدی وقتی به این حبل رسیدی چند کار میتونی بکنی یکی اینکه از کنارش رد بشی یکی اینکه صحب بکنی یه وقت بگیری یه وقت بل کنی کمی تاب بخوری باش بعدا رهاش کنی بری همین کارهایی که ما میکنیم یک وقتی انگشتات رو باز کنیم، این تناب ریسمان رو هم جلو بیاری و انگشتای خودت رو در لابلا و اجزاء این ریسمان فرو کنیم، این حبل فرو کنی و او رو بمندی و جمع بکنی و در دستت نگه داری به این مکانیسم قرآن میگوید اعتصام یعنی بچسبی مجذوب بشوی یک پارچه بشوی وصل بشوی به این ریسمان تا به طرف خدا در حال حرکت و ارتفاع قرار بگیریم خلاصه این مطالب مهم این آیه شریف این است که قوم مخاطب باید بیاد بیاورند کتابی بر ایشان و برای ایشان نازل شد که همان کتاب تصدیق کننده کتاب موجود ایشان بود و هم ایشان بر حسب کتاب موجود خود کتاب جدید و حقیقت آن را می دانستند و می شناختند و مسئول تقبل آن بودند و ایشان علاوه بر آن منتظر ورود آن بودند و وقتی وارد شد از مشخصات آن میدانستند که همان است که وعده شده است یعنی حقانیت موعود را می و میدانستند با این همه با علم به حقیقت حقیقت رو تکسیب کردند در این امر یک سوال پاسخ داده نشده و آن این است که آیا قرآن به قوم بنی اسرائیل قبل از موسی اشاره می کند و منظور از کتاب جدید تورات است یا چیز دیگر است و یا با توراتیان خطاب می کند و مقصد از کتاب جدید انجیل است که مربوط به توراتیان می شود آیا به توراتیان می گوید که شما هم کتاب انجیل و هم کتاب قرآن رو مورد تردید قرار دادید و یا فقط میگوید که شما قرآن رو مورد تایید قرار تکسیب قرار دادید یا میگوید انجیل را مورد تکذیب قرار دادید یا هر دو را مورد تکذیب قرار دادید و آیا با اهل انجیل سخن میگوید و به آنها میگوید که شما کتاب جدید را قبول نکردید و حالت چهارم این که با اهل یهود و اهل مسیحیت تو امان سخن میگوید یا خیر و موزه ایشان را جمیعا در مقابل قرآن و اسلام معرفی می کند یا تنها به مسیحیت یا تنها به یهودیت اشاره می کند هر یک از حالات چهارگانه فوق می تواند مورد نظر قرار بگیرد و هیچ یک خلاف استنتاج نهایی نیست اصل بر این است که پیروان موسی و عیسی هر کدام محکوم به داشتن دلایل کافی برای قبول اسلام قرآنی هستند یهودیان دارای دلایل کافی برای قبول مسیح و هر دو گروه دارای دلایل مثبته برای قبول اسلام قرآنی هستند واجه های مانند کتاب تصدیق صدق فتح کفر عرفه یا معرفت لعنت و الله باید هر بار برای بیننده یادآور مفاهیم مهم و با ارزش آن باشد طالب باید دقیقا متوجه مفاهیم و معانی این واژه‌های کلیدی بوده باشد تا درک بهتر و معرفت پایدارتر بتواند از قرآن تحصیل حاصل کند گفتگوی ما در اینجا با شما به پایان میرسد رسد به علت شرایط جسمانی و به هر حال خستگی مفرد قادر نخواهم بود که ساعت سوم رو هم در اختیار شما باشم ان الله در برنامه های آینده جبران مافات می کنیم هفته بسیار خوبی برای همه شما آرزو می کنم فرد فرد شما عزیزان و نور چشمان رو به خدای بزرگ می سپارم منتظر دریافت حمایتهای شما برای ادامه این راه مشکل و مفید هستم پاینده باشید، در پناه خدا باشید، خدا نگهدار شما باشد، خداحافظ